قسمت دوم ولاگ استانبول. اولین مقصد ولاگ امروز محله ینیکویه که من خیلی وقت بود دوست داشتم این محله رو ببینم، ولی از بس فاصلش نسبت به مرکز شهر دوره که هی قسمت نمیشد. البته اینم بگم که سیستم حمل و نقل استانبول انقدر گسترده است که شما از هر جایی به هر جایی با هر وسیله‌ای که دوست داشته باشید میتونید برید و آپشن هم واسه تردد توی شهر خیلی زیاده، از اتوبوس و متروبوس و مترو گرفته تا فونیکولار و ترامبا. ولی انتخاب ما واسه رفتن به محله ینیکوی اتوبوس بود. برای استفاده از سیستم حمل و نقل استانبول هم یه استانبول کارت داشته باشید کافیه که عکسش رو براتون توی همین ولاگ گذاشتم. اگر بخوام از محله ینیکوی بهتون بگم، محله‌ایه که پر از یالیا و ویلاهای لبه دریا مخصوص افراد خیلی 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 ثروتمند استانبوله و از بس یالی داره. یالی همون ویلاهای کنار دریان که خیلی اشرافیان، که اکثر لوکیشنای سریالای ترکی رو اینجا میگیرن، اون سریالایی که هممون عاشق خونه و لباساشونیم. مثلا اگر بخوام سریالی رو بگم که الان توی ینیکوی در حال ضبطه، سریال سیب ممنوع است که از بس سریال طولانی شد من دیگه نگاه نمی کنم، ولی این لوکیشنی که الان توی ویدیو بهتون نشون میدم این دقیقا لوکیشن سیب ممنوع است. خب روزی که ما رفتیم ضبط نداشتن. نمیدونم میدونید یا نه، ولی ترکیه مخصوصا استانبول یه قشر خیلی ثروتمند دارن که دقیقا مثل سریالاشون زندگی میکنن و تو این محله خب خیلی تعدادشون زیاده. منظورمون قشری هستن که توی سریالاشون میبینیم دیگه، که با کفش پاشنه بودن توی خونه راه میرن و اینا، واقعا یه قشریشون همون شکلی زندگی میکنن. ما که نتونستیم توی یالیاشون رو ببینیم، ولی گفتیم حداقل بریم یه رستوران کنار دریا از ویوشون لذت ببریم. این یاتهایی هم که توی دریا پارک هستن، خیلی هاشون یاتهای شخصی همین دوستانن. در کل اگر دلتون خواست یالیای عجیب غریب یا خونه ها یا آپارتمان های خیلی خیلی لاکچری ببینید، محله بیبک و ینیکوی بهترین گزینه واسه دیدن اون قشر خیلی ثروتمند و خونه های عجیب غریبشونه. محله ینیکوی و بیبک رو دیدیم و دیگه دوباره به سمت مرکز شهر حرکت کردیم و یه جای نشستیم یه چیزی خوردیم سمت بشیکتاش و بعد هم رفتیم سمت همون گالاتای خودمون که برج دیدبانی زمان عثمانی هستش، که هتل ما هم خیلی خیلی نزدیک بود به برج گالاتا. این آقایی هم که میبینید داره آب نبات رول میکنه، این آب نبات ها یکی از خوراکی های خیابونی خیلی سنتیه، فکر میکنم واسه همون زمان عثمانیه که حتی الان هم وجود داره. خب جز جاذبه های استانبول و فکر میکنم ترکیه و خیلی توسط توریست ها استقبال میشه. برج گالاتا علاوه بر اینکه خودش یه نقطه خیلی خیلی توریستیه و توی تمام سریال ها و فیلم های تاریخیشون برج گالاتا رو میتونید از همون حالت قدیمش تا به امروزش ببینید، اطراف برج گالاتا هم پر از کافه و رستورانه و خیلی شلوغه، یعنی شما همیشه میتونید کلی آدم اطراف برج گالاتا ببینید. و یکی از شعبه های رستوران نصرت و اون کافه که توی ولاگ قبلی، یعنی توی قسمت قبلی ولاگ بهتون گفتم که چیزکیک خوشمزه داره، یکی از شعبه هاش دور همین برج گالاتا هستش که توی همین قسمت بهتون نشون میدم. اسمش هم که کافه ویانا بود. علاوه بر اینکه چیزکیک های تنوری خیلی خوشمزه‌ای داره، من شنیدم کروسان های خیلی معروفی هم داره. Oh,
از اونجایی که من به شدت سرما خورده بودم، طبق معمول بادهای استانبول همیشه منو سرما میده، رفتیم برای اوضاع گلوم یه فکر بکنیم و سلب خوردیم. سلب یه نوشیدنی خیلی سنتی و معروف ترکیه است که تو همه کافه ها سرو میشه. البته تو ایران هم خب پودرش رو اگر پیدا بکنید میتونید نوشیدنیش رو درست کنید، ولی بعید میدونم که تو همه کافه ها تو ایران سرو بشه. ولی اینا خب خیلی به عنوان نوشیدنی نرمال میخورن و چون برای گلو خوبه، منم رفتم یه سلبی خوردم و تا یه ذره حالم بهتر بشه، ولی حال مریضی در بیام. برای همینم اینقدر توی این ولاگ بی حال و بد اخلاقم، چون خیلی سخت سرما خوردم. Evet. Bir sağlı ve arkadaşım da bir çay tilat. Çay tilatı almak istiyor. Teşekkür ederim. Pardon. Kulluk getirir misiniz? Kulluk getirir misiniz? Teşekkür. اسم این کافه هم که رفتیم اگر بخواید بدونید، کافه گاردن گالاته، اگر سرچ بکنید لوکیشن دقیقش میاد. خیلی کافه خوشگلی، ولی خیلی کیفیت آنچنانی نداره، ولی خوشگله. خب دیگه صبح شد و منم یکم حالم بهتر شد. اول از همه قهوه صبحمون از اسپرسو لب گرفتیم. اسپرسو لب یه جای شبیه استارباکس، یعنی کافه زنجیره‌ایه. یه کوچولو قیمتش از استارباکس گرون‌تره و یه مقداری هم مزه قهوهش تندتره، یعنی کسایی که قهوه خورن شاید راحت‌تر با مزهش کنار بیان و کسایی که قهوه ملایم دوست دارن، خب استارباکس به نظر من گزینه مناسب‌تریه، چون یه مقداری رست قهوه‌هاشون دارک بود اسپرسو لب. و خب همه جای استانبول شعبه داره، اگر دوست داشته باشید میتونید به اینجا هم یه سری بزنید. بعد از اینکه یه قهوه خوردیم و مغزمون شار شد، تصمیم گرفتیم که بریم به محله بالات برای چندمین بار و فقط به خاطر اینکه توی ولاگ به شما نشونش بدم رفتم محله بالات، چون من خیلی رفتم ولی خب اون موقع بلاگر نبودم که بهتون نشون بدم. برای رفتن به بالات هم ما از اتوبوس استفاده کردیم و از گالاتا به سمت بالات شما از پل گالاتا هم رد میشید و خیلی ویو جذاب رو میتونید ببینید. محله بالا در واقع یه جورای پایین شهر استانبول به حساب میاد، ولی با این حال خب آسمونش همون رنگه، ویوش ویو دریاه، ولی سطح مالی مردم یه مقداری پایین تره، یه مقدار که نسبت مثلا به محله های نیکوی و ببکو اینا خیلی پایین تره، اما خیلی خیلی توریستی، معروف به ساختمان های رنگی خیلی جذابش که خب همه میان عکس میگیرن، کلی کافه داره. با وجود اینکه خب سطح مالی مردم یه مقداری پایین تره، ولی کافه هاش خیلی معروفن و از همه جای استانبول واسه دیدن کافه هاش میان. همونجور که میبینید بعضی جاهاش هم اوضاع خونه ها خب همچین تعریفی نداره، ولی کلن معروفه به خونه های رنگی و اون رخت های شسته شده وسط کوچه آویزون و گربه هاش که خب تعدادشون خیلی زیاده. کلن همه جای استانبول سگ و گربه خیلی زیاده، ولی تو بالات دیگه گربه واقعا تعدادشون زیاده. غیر از کافه ها کلی هم آرت شاپ و کارگاه های سرامیک و صفحه و گرامافون فروشی و کلن هر چیزی که مربوط به آرت و توریستی به حساب میاد شما میتونید اینجا پیدا بکنید. خالی از لطف نیست واقعا، دیدنش خیلی قشنگه، مخصوصا اگر که دنبال جایی هستید که میخواید عکاسی بکنید. واقعا لوکیشن های جذاب توی بالات خیلی زیادن. داستان رخت و لباس‌های آویزون وسط کوچه تو محله‌های خیلی سنتی و محلی مثل بالات هم از این قراره که خب این قشر از مردم که مثلا خوشکن و اینا ندارن، به همین خاطر لباس‌هاشون رو آویزون می‌کنن و چون رطوبت استانبول خیلی زیاده ممکنه چند روز طول بکشه تا لباساشون خشک بشه. برای همین همیشه رخت و لباس واسه آویزون کردن دارن و همیشه شما میتونید این رخت و لباسای آویزون وسط کوچه ها رو تو این محله ها ببینید. به نسبت هم یه مقدار سنتی تر و مذهبی ترن کسایی که تو این محله ها زندگی میکنن.
از اونجایی که من خودم قبلا سرامیست بودم و رشتم هم مجسمه سازیه، دیدن کارگاه‌های سرامیک کلن همیشه توی سفرام برام خیلی جذابه و یکم هم توی این ولاگم برای شما تیم گرفتم، گفتم شاید شما هم دوست داشته باشید. سطح سرامیک کلن توی ترکیه یه مقداری از ایران بالاتره، شاید واقعا به خاطر مواد اولیه‌شون باشه که خب از لحاظ کیفیت اصلا قابل مقایسه با ما نیستش. اینجا هم به یه صفحه فروشی سر زدم که هر صفحه‌ای که بگی داشت از هر خواننده و گروهی یا نوازنده های مختلف و کلن صفحه فروشی تو استانبول خیلی زیاده. تو این محله هم صفحه فروشی، سمساری، جنسای دست دوم فروشی، آرتشاپ، کافه و کلن چیزای این شکلی خیلی زیادن. لوکیشن‌های مختلف عکاسی تو این محله زیادن چون واقعا همه جا قشنگه، مخصوصا خیابونای اصلی، که دیگه من واقعا از همش نتونستم براتون عکس و فیلم بگیرم، اما تا جایی که تونستم از بهترین لوکیشن‌ها کامل فیلم برداری کردم. عشق به حیوانات واقعا توی دل تک تک مردم ترکیه فرق نداره چه شهری موج میزنه. واقعا کاش ما ایرانی هم یه کوچولو ازشون یاد بگیریم. برای ناهار هم رفتیم یه جایی، یکی از غذاهای سنتی ترکیه به اسم مانتی رو تست کردیم که من خیلی دوست داشتم تستش بکنم ولی خیلی خوشم نیومد، اما به یه بار تست کردنش میارزه. خب دیگه شب شد و طبق معمول هر شب ما رفتیم سمت همون استقلال و گالاتا که بریم هتل، ولی قبلش دوست داشتیم بریم یه جایی بشینیم، پس تصمیم گرفتیم که بریم به یکی از شلوغ‌ترین کوچه های خیابون استقلال به اسم نبیزاده یا نبیزاده فکر میکنم، که پر از کافه و بارهای خیلی خیلی شلوغه مخصوصا آخر هفته ها. البته از لحاظ سطح بار و کافه یه مقداری از جای دیگه مثلا مثل کاراکوی سطحش پایین تره، ولی خب جای باحالیه واسه اینکه یه بار برید یه جایی بشینید و یه چیزی بخورید. البته وقتی که اینجور جاها میایید یه کوچولو هم باید بیشتر از همیشه مراقب خودتون و وسایلتون باشید، چون لوکیشن خیلی توریستیه، خیلی شلوغه.
و همه جای دنیا هم توی شهرهای خیلی توریستی، جاهای خیلی شلوغش ممکنه اتفاقاتی بیفته که سفرتون رو خراب بکنه. خصوصا که توی این کوچه بار خیلی زیاده، ممکنه که کسایی رو ببینید که الکل خیلی مصرف کردن یا کلن کسایی که یه مشکلی دارن دیگه، یعنی یه مقدار بیشتر اینجور جاها مراقب خودتون باشید. و دیگه همین دیگه، یه قسمت دیگه از ولاگ مونده، پس شما رو تو ویدیو بعدی میبینم.